تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهم للتقوی. سر سفره قرآن هستیم، جزء دو، اواخر جزء دو تقریبا. سوره بقره آیه 246. هر آیه رو فشرده 5-6 دقیقه تفسیر میکنیم. پس آیه رو چه حدود 4 سطر خورده یه با هم بشنویم. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم بعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. علم تره، نمیبینی؟ یعنی خوب به تاریخ بنگرید. نمیبینی گروهی از سرشناسای بنی اسرائیل بعد از موسی به خاطر رفاه طلبی و تن پروری باز گرفتار طاغوتی شدن؟ غیر از اون فرعونی که غرق شد، دو مرتبه بعد از موسی پیغمبری داشتن، ولی اینها به خاطر رفاه طلبی گرفتار طاغوت ها شدن. باز آمدن پلو اون پیغمبری که بعد از موسی بود، گفتن که از قال النبی لهم، گفتن اب اصلا ملکن، یک ملک یه فرماندهی برای ما مبعوث کن که نقاط فی سبیل الله، بریم بجنگیم. پیغمبرشون با اینها یک مصاحبه کرد، فرمود قال، پیغمبر فرمود هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، احتمال نمیدید که اگر دستور جنگ به شما داده شد نجنگید؟ فکر نمیکنید شما وقت حساس شونه از زیر بار خالی کنید، فرار کنید، تمکین نکنید؟ قالو، گفتن چرا، شما به ما سوء ظن داری و ما لنا الا نقاتل، چرا ما نجنگیم در راه خدا وقت در حالی که اخرجنا من دیارنا، این طاغوت وقت آمده ما رو از خونه هامون آواره کرده و ابنا انا بچار از ما جدا کرده، خونه ما به جوش میده، ما مظلومیم، میخوام بجنگیم، مشکل ما نبوده یک فرمانده، تو پیغمبر هستی، یه فرمانده نظامی تعیین کن، به رهبری اون میجنگیم، حقمون رو میگیریم. فلما کتب علیهم القتال، ریهمی که دستور جنگ داده شد، تولوا الا قلیلا، سرپیچی کردن جز افراد کمی، یه عده کمی موندن، باقیه سرپیچی کردن. والله علیم بالظالمین، خدا ستمگران را میدونه. اینها که شعار میدن، اعلام وفا میکنن، بعد جفا میکنن. خب این ترجمه آیه. درسایی که از این آیه میگیریم تو این 3-4 دقیقه اینه که یکی این که مسلمان ها باید با دقت تاریخ به نسرائیل را بنگرن و عبرت بگیرن. علم تره نمیبینی، باید پیداست باید تاریخ به روز باشه، شفاف باشه، یعنی باید تاریخ قطعی باشه که انسان انگار میبینه. علم تره از تاریخ بنی اسرائیل عبرت بگیرید. دوم این که وجود رهبر الهی مانع پراکندگی و آوارگی و ستم پذیریست. اینا تا موسی بود، رهبری مثل موسی اینها رو نجات داد، مثل پدر و مادر صالح که تو فامیل هستن، به خاطر اون پدر مادر صالح بچه‌ها دور او جمع میشن، این پدر که از دنیا رفت و مادر که از دنیا رفت، این نخ پاره میشه، دونه ها پخش میشن. من بعد موسی، بعد از موسی اینا گرفتار شدن. پیداست که وجود رهبر آسمانی عامل وحدت. سوم این که همه پیغمبرها شرایطشون یه جور نبود. از قالو لنبی لهم، نگفته نبیهم، نبیهم هم بود همیتا بود، از قالو لنبی لهم یعنی این پیغمبر، پیغمبر یک 324 هزار پیغمبری که داریم، بعضی از اینها اولوالعزمن،
یعنی برای همه مردم نبود پیغمبرن، اما بعضیا نه، در منطقه خاصی و گروه خاصی بودن. این از گروه خاصی بوده، چون میگه لنبی لهم، پیغمبری که داشتن. مسئله دیگه این که فرمانده نظامی باید از سوی پیغمبر آسمانی انتخاب و نصب بشه. این که در جمهوری اسلامی فرمانده کل قوا یک مجتهد عادل سران لشکر را تعیین میکنه، این یک کار قرآنیه. به پیغمبرش گفتن از قالو لنبیین، گفتن به پیغمبرشون که اب اصلا نامالکن، تو پیغمبر یک ملک، یک سلطان، یک فرمانده نظامی برای ما تعیین کن که بزنگیم. پیداست فرمانده کل قوا در قرآن انبیا بودن و سران لشکر را انبیا تعیین باید بکنن. از این معلوم شد دین از سیاست جدا نیست. چون بگیم حالتو پیغمبری فقط مسئله نماز و روزه بگو، ولی مسئله قوای مسلح، سیاست، اقتصاد دستی کسی دیگه باشه. همین پیغمبری که رهبر دینی بود، همین پیغمبرم نصب کننده و عزل کننده سران قوای مسلح بود. جنگ موفق فرمانده میخوام. گفتن ما که میخوام با طاغوت زمان بجنگیم، یه فرمانده قوی میخوام. و برای نجات از طاغوت هم باید به انبیا پناه برد، چون وقتی دیدن اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، وقتی دیدن طاغوت ها اینها رو از خانه و کاشانه و فرزندان آواره میکنن اینا رو، اینا پناه به پیغمبر بردن. از قال النبی الله، رهبر باید آینده نگر باشه، پیش بینی بکنه که همه اینا که راه پیمایی میکنن و شعار میدن ممکنه همه با کار نیستن، یه عده کم بشن. ولذا باشون گفتگو که گفت هل عسیتم، آیا احتمال میدید که ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیش فکر نمیکنید که اگر فرمان جنگ اومد شما فرار کنید؟ یعنی رهبر باید آینده نگر باشه، احتمال جفای اینایی که امروز میگن ما وفاداریم، احتمال جفای اینها را هم بده. خب اینا گفتن که جهاد برای دفع ظلم و دفاع از وطنم جهاد در راه خداست. یکی میگن فی سبیل الله، در راه خدا، کسی اگر برای حفظ جان خودش، حفظ مال خودش، حفظ کشور خودش هم بجنگید، اینم فی سبیل الله هست. به چه دلیل؟ به دلیلی که اینا میگن که اب اصلا ملت کن نقاتل فی سبیل الله، یک فرمانده نظامی، تو پیغمبر یه فرمانده نظامی برای متعین کن که نقاتل فی سبیل الله، در راه خدا هم بجنگید. وقت به چه دلیل دلیلی که در راه خدا بخوام بجنگیم اینه که اینها ما مظلوم شدیم، بچه ها و خانه های ما رو از ما گرفتن. پس اگر کسی برای گرفتن بچه، خانه، ملک و املاک خودش پاشه قیام کنه، انقلاب کنه، اینم جهاد در راه خداست، چون که فی سبیل الله وقت اخرجنا من دیارنا. خب پیدایش مشکلات سبب بیداری و حرکت هاست. وقتی فشار آمد، این فشارها باعث میشه که اینها، همین ها که رفاه طلب و تن پرور بودن، خونشو به جوش بیاد، برای گرفتن حقشون پاشن بیفتن. میدان مبارزه افراد ارزیابه میشن. خوش بود گرمه که تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در رو غش باشد. اینا که شعار میدادن که یه فرمانده تعیین کن بجنگیم، طاغوت رو شکن کنیم، حقمونو بگیریم، اما همین که فرمان جهاد اومد در رفتن. و خداوند ظالمین را میدونه. ظالم کیه؟ ظالم کسی نیست که فقط سیلی بزنه و شمشیر بزنه. کسی اگر قول بده وفادارم ولی وفا ندار نباشه، اونم ظالمه. خدا اینجا میگه خدا ظالمی نمیشنسته. اینا چه ظلمی کرده بودن؟ ظلمشون این بود که گفتن ما هستیم، ولی بعد تولو پشت کردن، سرپیچی کردن. کسی اگر بگه هستم بعد جا خالی کنه، این هم ظالمه. ظلم فقط اذیت کردن و کشتن و سرقت نیست. قول میدی من با تو هستم، روز خطر او رو رها میکنه، اینم ظلمه. خب درسی که از این آیه میگیریم اینه که یک، به انبیا باید پناه ببریم. دو، دین از سیاست جدا نیست. سه، فرمانده کل قوا انبیا بودن. عزل و نصب به فرماندهان نظامی توسط انبیا بود. چهار، نبود رهبری مثل موسی عامل تفرقه اینها شد. پنج، هر که شعار میده وفادار نیست. شش، فشارها عامل انقلاب و حرکت میشه. هفت، اگر کسی به خاطر فشاری که در قرار گرفته
خونه و زندگیش از دستش رفته، بچه‌هاش از دستش رفتن، پاش حقشو بگیره، این هم جهاد در راه خدا حساب میشه. مردم ببینید عده شعار دادن، وقت و خطر تو خالی کردن. حواستون جمع باشه، شما از اونا نباشید. خدایا ما را وفادار قرار بده، ما را اهل جفا قرار نده. اونها که بیعت میکنن پیمانو میشکنن، با امیرالمومنین دست دادن که با تو هستیم، اما رفتن جنگ جمر رو انداختن. خدایا با مسلم بیعت کردن، 18,000 نفر صبح بیعت کردن، غروب یک نفر وفادار نبود. حدود 12,000 نامه دعوت برای امام حسین نوشتن، بعد امام حسین رو یه مقدار آب هم برای بچهش ندادن. تاریخ پرن از کسانی که وفادارن، میگن خدا اگر وضعم خوب بشه زکات میدیم، خمس میدیم، به فقرا کمک میکنیم. همه که وضعش خوب شد اصلا همه چیز فراموش میکنن، خدا رو فراموش میکنن. وقتی کشتیشون شاد میخواد غرق بشه، ازاره که بوفل فولک کشتی که میخواد غرق بشه، یا الله یا الله، فلما نجاهم نجات پیدا میکنن، غافل میشن. پشت امتحانا کرکر صلوات میفرسته، وارد دانشگاه شد حجابشو برمیداره. اینها کسانی هستند که قول میدن ولی به قولشون عمل نمیکنن. خدای ما را از این گروه قرار نده. تا اینجا آیه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.